به پادکست گرد آتش خوش اومدید. این پادکست دریچه‌ای هست به تجربیات آموخته‌های من. تجربیات آموخته‌های هیچ یک از ما وحدت موضوعی نداره. پس چیزایی هم که تو این پادکست ازشون حرف میزنم ممکنه وحدت موضوعی نداشته باشم. اما همیشه از چیزایی صحبت میکنم که شدیداً بهشون علاقه مندم. درود عزیزان. توی قسمت اول پادکست میخوام این ماجرا رو واسهتون بگم که چجوری شد که من با رژیم کتوژنیک آشنا شدم. و یک کوچولو هم از خود رژیم کتوژنیک و نحوه دنبال کردنش صحبت میکنم. من توی دوران نوجوانی یا قبل از اون مشکل چاقی آنچنانی نداشتم، یعنی هیچ وقت چاقی اصلا واسم مسئله ای نبود. فعالیت داشتم همیشه، توی دوران دانشجویم خیلی ورزش میکردم، یا شنا یا دو، هر روزی که از این فعالیت ها رو انجام میدادم هر موقعی که وقت به مجازه میداد. اما بعد از دوران دانشجویی فعالیت هم خیلی کمتر شدن، چون که ندیگه به استخر نسبتاً رایگان دسترسی داشتیم، نه به میدون دو. امکانات کمتر بود، بیشتر درگیر کار بودیم و خب شروع کردم به اضافه وزن پیدا کردن. و اول طوری بود که فقط خودم متوجهش می شدم، ولی به تدریج همه دوروبری هامم متوجه این اضافه وزن می شدن و دیگه کلن توی ظاهرم داشت هویدا می شد و دیگه به جایی رسید که تبدیل شده بودم به آدم چاق. و این چاقی هم فعالیت های منو محدود می کرد و هم واسم خیلی معما بود که چجور شد که من این همه چاق شدم، چجور شد که این همه تغییر ایجاد شد. درسته که فعالیت هم کمتر شدن، ولی آیا این همه می تونستن تأثیر گذار باشن؟ یه بیت هست از یکی از اشعار خلیل جوادی که علیرضا عطار هم خوندتش، میگه که پیش از اینها حال دیگر داشتم، هرچه میگفتند باور داشتم. این بیت دقیقا حال و روز من رو بیان میکنه و شاید واسه خیلی از ما همین جور باشه. از سنین خیلی پایین من فکر میکردم که چربی چیز بدی هست، از غذای چرب دوری میکردم و سعی میکردم کمتر غذای چرب بخورم. بعد اینکه وقتی که با مشکل چاقی داشتم به تدریج روبرو می شدم، توصیه های از این بر و اون بر می شنیدم و این توصیه ها صرفا از آدم عامی نبودن. دوستانی که داشتم بر اساس چیزهایی که توی دانشگاه خونده بودن این توصیه ها رو می کردن، اما هیچ کدوم از اینها درست نبود. مثلا اینکه از این توصیه های اشتباه که دور و بر ما رو احاطه کرده اینه که چربی چیز بدیه، چربی عامل همه بیماری هاست، عامل بیماری قلبی هست، عامل سکته هست، چربی عامل چاقی هست، که اصلا اینطوری نیست و ما باید از چربی حذر بکنیم. و از سنین خیلی پایین چنین تصوری میکردم و فکر میکردم این حرف درسته، اما اصلا چنین نیست، بلکه چربی بهترین سوخت برای بدن هست. توصیه دیگه این بود که کالری کمتری مصرف کنیم. کالری اصلا پارامتر مطرحی نیست توی رژیم غذایی درست. اگر رژیم غذایی رو شنیدید که توش کالری مطرح بود، بدونید که اون رژیم اشتباهی هست. به همین سادگی. یکی دیگه از توصیه‌ها که واقعا غیر ممکن هست، مخصوصا اوایلی که شروع کرده بودم چاق شدن، این توصیه رو زیاد می‌شنیدم که به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورم. 5 وعده. بهتر این هست که وعده هامون رو بشکنیم به وعده های کوچکتر. این توصیه نه تنها یه توصیه ضرر رسان هست، بعد مشکلش این هست که واقع گرایانه هم نیست. ما توی زندگیمون میخواییم کار کنیم، میخواییم مطالعه کنیم، میخواییم با دوستانمون وقت بگذرونیم. کی ما وقت داریم که بیشتر از همون 3 وعده ایم که تعدادشون زیاد هست غذا بخوریم؟ ولی به حال این توصیه هایی بودن که می شدن و من فکر می کردم که درستن و تا آخرشون هم می رفتم. وقتی که می دیدم اینها راه حلی واسه من نیستن، حتی رژیم گیاهخواری رو امتحان کردم. و این که می گم امتحان کردم، اینجوری نبود که
یه روز دو روز امتحانش بکنم، یه هفته امتحانش بکنم و بعد بذارم کنار. نه، یک سال و سه ماه گیاهخواره رو دنبال کردم، اما وزنم که کم نمیشد هیچ، زیادتر هم میشد و مدام هم مشکل گرسنگی داشتم. جالب اینه که من توی همون دوران شروع کرده بودم به مرتب و منظم ورزش کردن و فعالیت جسمیمو بالاتر بردن، به این خیال که شاید که صرفا اضافه وزنی که پیدا کرده بودم حاصل بی‌تحرکی بوده و اگر من این تحرک رو به زندگیم برگردونم همه مشکلات حل میشه. اصلا چنین نبود. فقط کاری که میکردم این بود که من یه وزنه سنگین که همون بدن خودم بود با خودم هم میکردم، باشگاه میبردم، دو میبردم، ولی باز توی همونها هم کم نمیذاشتم و کاملا مطابق اصولی که فکر میکردم درست هستن انجامشون میدادم، ولی هرچی که جلو میرفتم میدیدم که هم توی چیزهایی که میشنوم تناقض هست و هم نتیجه رو که میخوام نمیگیرم. به هیچ وجه وزنم که کم نمیشه، هیچ زیاد هم میشه. بعد از اینکه تحصیلات دوران کارشناسی ارشدم شروع شد و خارج از ایران بودم و دیگه یوتیوب هم فیلتر نبود، خیلی راحت به یوتیوب دسترسی داشتم و خیلی راحت میتونستم ویدیوهای مختلف رو ببینم، منابع مختلف رو بخونم، شروع کردم در مورد تغذیه تحقیق کردن و دوباره هم باز شروع کردم بعد از اینکه یه سه ماه چهار ماه گذشت از شروع دوره تحصیلیم، باشگاه هم ثبت نام کردم و مرتب ورزش کردم. به تدریج با رژیم کتوژنیک طی همین تحقیقات آشنا شدم. توی هر چیزی قاعده این هست که اولش ممکنه اطلاعات کامل نداشته باشیم و من این رژیم رو اولش دست و پا شکسته شروع کردم دنبال کردم. اینجا یکم تاریخ میلادیش بهتر دستم هست، حدود اواخر ژانویه اوایل فوریه بود که من با رژیم کتوژنیک آشنا شده بودم و ذره ذره داشتم تا اونجایی که یاد گرفته بودم اون رو توی زندگی خودم اعمال میکردم. ببینید، راه درست راهی هست که از همون اول نتیجهش رو ببینیم. اگر ما یه راهی رو امتحان کردیم و دیدیم که هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنه، باید تقریباً 100% مواقع مطمئن باشیم که اون راه اشتباه هست. داریم دکمه‌های اشتباهی رو فشار میدیم. ولی جالب این هست با وجودی که آشنایی کاملی با این رژیم نداشتم و یه سری چیزها رو کامل اعمال نمی‌کردم، همون هفته اول مشکلی رو که من توی چند سال نمیتونستم حل بکنم تونستم تأثیرش رو ببینم. از همون هفته اول به طوری که ترازوی توی باشگاه نشون میداد وزن من داشت کم میشد و خود من تغییر رو تو زندگی خودم احساس میکردم. اینکه گرسنگیم کمتر شده، مجبور نیستم مدام غذا بخورم، یهو وسط کلاس درس خندم نمیفته و مجبور نیستم دوباره غذا بخورم، خیلی راحت ورزش میکنم و این فقط و فقط تو همون هفته اول بود و فقط چیزایی رو که محرز هستن که 100% مشخص هستن که ضرر دارن حذف کرده بودم. رژیم کتوژنیک رژیمی هست که بر مبنای چربی هست. چربی بخش عمدهش رو تشکیل میده و بعد پروتئین و در اون قند هیچ جایگاهی نداره. اون قندهایی که مشخص بودن من کامل حذف کردم. کلن با قهوه و اینها هیچ قندی نمیخوردم، پس این مسئله نبود، چیزی نیاز نبود تو این زمینه حذف کنم. ولی نوشابه رو حذف کردم، مربا رو حذف کردم و بعد فهمیدم که فقط این قندهای محرز نیستن، قندهایی هستن به اصطلاح میگن قند نهان، اون قندها رو هم حذف کردم. این قندها چیان؟ قندها یکم پیچیده تر، قندهایی که مثل حبه قند و نوشابه محرز نیستن، مثل مربا محرز نیستن. اینا همه ما میدونیم که قند فعوانی دارن، ولی یه سری چیزها هستن که قند دارن و ما ازشون آگاهی نداریم، یا قندهای یکم پیچیده تری دارن که به همون اندازه قندهای ساده مضر هستن و ما باید از رژیممون حذفشون بکنیم. چی هستن اینها؟ نان، سیب زمینی، برنج. و جالب اینها توی رژیم ما ایرانی‌ها خیلی جایگاه دارن. ما ایرانی‌ها وعده‌مون رو یا با برنج می‌خوریم یا با نون. ما این دوتا رو حذف بکنیم خیلی از راه رو رفتیم. و مطمئن باشین مثل من همون اول کار، همون هفته اول نتیجه رو می‌گیرید. نشونش چیه؟ از همون اول که این چیزا رو رعایت بکنید می‌بینید که
دم به دقه گرسنه نیستید. مثلا من اوایل رژیم ماست میخوردم، ماستایی که بیرون توی فروشگاه عرضه میشدن و فکر میکردم که اینها مشکلی ندارن، ولی این که میگیم قند نهان، واقعا قند نهان هست. حتی ماست که ما از بیرون میگیریم، حتی خیلی از پنیرها، اینها قند دارن و من اینا رو هنوز مصرف میکردم، اما با این وجود داشتم نتیجه میگرفتم. من میوه میخوردم. ببینید ما توی دنیای زندگی میکنیم، همه دور برامون دارن میگن میوه خوبه، میوه شده یه فرشته، یه موجود معصوم که وقتی که به عکس یه سیب نگاه میکنیم چیزی جز سلامت به ذهنمون نمیاد، ولی میوه، این جمله کامل ممکنه به نظرتون عجیب بیاد، ولی میوه مضره. میوه رو ما باید کامل از رژیم غذاییمون حذف بکنیم. یه مدت طول کشید تا من به این نقطه هم رسیدم که میوه رو هم حذف کردم، اما با این وجود داشتم نتیجه های این رژیم رو میدیدم. سیری پایدار، تمرکز پیوسته، عدم افتادن خند طی کلاس هایی که داشتم، طی مثلا ترجمه یا کارهایی که انجام میدادم، انرژی بیشتر. کوچکترینش این بود که وزنم هم داشت کم میشد. وقتی که این تغییرات داره توی خودمون ایجاد میشه و خود و توی زندگی ما تغییرات خیلی مثبتی رو ایجاد میکنه، ما رو تشویق میکنه، یه تشویق دیگه هم هست که اطرافیان این تغییر رو میبینن و مدام بهمون تبریک میگن و این هم تشویقی افزون میشه که باعث میشه ما بیشتر مصمم بشیم و پایدارتر راهمون رو ادامه بدیم. و چیزی که یه زمان بلای جون من بود، اون چاقی که فعالیت‌های منو محدود می‌کرد، حالا کاملاً از بین رفته بود. دیگه مثل قبل نبود که من مجبور باشم به خودم فشار بیارم که برم باشگاه و اونجا بدوم، برم باشگاه و اونجا وزنه بزنم. نه، دیگه بدنم سبک شده بود و راحت میتونستم بدوم. بدنم انرژی کم نمی‌آوردم و راحت میتونستم وزنه بزنم، بعدش هم بیام خونه بدون اینکه نیاز به غذا داشته باشم به زندگیم ادامه بدم. و اینا اصلا تغییرات کوچکی نیستن و منو بیشتر ترغیب میکرد که این رژیم رو ادامه بدم. و چیزی طول نکشید که من خوشحال شدم از این که من دچار مشکل چاقی شدم. اگر دچار چاقی نمیشدم، اگر مثل خیلی دیگه ژنتیک من طوری بود که همین غذاهای ببخشید آشغال رو میخوردم و هیچ تغییر محرزی رو توی بدن خودم نمیدیدم، ممکن نبود که کنجکاف بشم و در به در دنبال یه راه حل بگردم. ولی باعث شد توی سنین پایین، مثلا 27 سالم که بود کاملا چاق بودم، بیش از 85 کیلو وزنم بود با قد 170 سانت و این مشکل که وجود اومد، من خوشحالم که این مشکل به وجود اومد چون که راه حلش رو پیدا کردم و این راه حل فقط مشکل وزن من رو حل نکرد، بلکه جنبه های خیلی مثبت زیادی هم به زندگیم اضافه کرد که بهشون اشاره کردم. و این چاقی که بلای جون من بود شد یه موهبت. خب اینجا خیلی رایج هست که توی خونه هایی زندگی میکنیم که گروهی هستن و دوربری های من بدون این که من بخوام تبلیغ واسه این رژیم بکنم، سبک غذا خوردن منو که میدیدن، تغییراتی رو که توی من میدن، همین که توی آشپزخونه با هم مراوده میکردیم، باعث شد که دو تا از همخونی‌های من که یه زوج بودن، اونها هم علاقه‌مند بشن به رژیم من و اونها هم شدن از طرفدارهای پاقرص رژیم کتوژنیک. ببینید علاقه‌مند شدن، امتحان کردن یه چیز، ثابت قدم بودن یه چیز دیگه. اگر چیز سخت باشه، ما هیچ وقت تو انجامش ثابت قدم نخواهیم بود. اگر چیز سخت باشه، خیلی راحت نمیتونیم اطرافیانمون رو قانع کنیم که راه ما رو امتحان کنن حتی. اما چون که این رژیم زندگی رو بهتر میکنه، اطرافیان من نه تنها امتحانش کردن، بلکه تا مدتی هم که من باهاشون بودم، احتمالا تا همین امروز هم دارن همین رژیم رو دنبال میکنن. وقتی که کلید به در بخوره، وقتی کلید درست دستمون باشه، ما خیلی راحت میتونیم در رو باز کنیم بریم داخل. اگه کلید نباشه، مجبوریم با مشت و لگد به جون در بیفتیم. شاید یکی دو نفر بتونن حالا با مشت و لگد دری رو باز بکنن، ولی راهش این نیست. هر کسی هم نمیتونه این کارو بکنه. ولی وقتی که کلید درست داشته باشیم،
میتونیم راحت اون در رو بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ وقت گذاشتن، بدون هیچ انرژی گذاشتنی باز کنیم و یه امر بسیار آسون میشه. رژیم کتوژنیک این کلید بود واسه من. حدود 3 سال هست که این رژیم رو دنبال میکنم و به هر کسی میرسم ازش صحبت میکنم. مرتب توی چت، توی تماسایی که این با دوستام داشتم، با خانواده داشتم، با دوربریام داشتم، توی دیدارهای حضوری، همیشه من از این رژیم صحبت کردم. این پادکست یه کمک به من داره میکنه که مجبور نباشم این پیام ها رو فردی به یکی که از دوستام بفرستم. میتونم به مخاطبای گسترده تری دست پیدا بکنم. و خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که بتونم اینها رو به زبون بیارم و با همه شما در میون بذارم. قسمت های بیشتری در مورد این رژیم صحبت خواهم کرد و وقت زیادی رو بهش اختصاص خواهم داد و به خیلی از افسانه ها در مورد این رژیم اشاره خواهم کرد، به تصورات غلطی که در موردش هست اشاره خواهم کرد و هدفم این هست که همین قسمت ها رو به زبان فارسی ارائه کنم و منابع انگلیسی هم که دارم بهتون معرفی میکنم. اگر توی یوتیوب دکتر کن بری، دکتر اریک برگ، یه مؤسسه هست به اسم مؤسسه ویرتا، دکتر فینی، دکتر سارا هالبرگ، اینها از اعضای اصلیش هستن و یه کانال یوتیوب هست، خیلی کانال خوبی هست، What I've Learned. اصلا انقدر اسم این کانال رو دوست دارم که دوست داشتم که این اسمو من واسه یه وبلاگ خودم، واسه یه پادکست خودم انتخاب بکنم. اگر شما به این منابع دسترسی دارید و زبان انگلیسی مسلط هستین، احتمالاً هیچ کدوم از این قسمت‌هایی رو که در مورد رژیم کتوژنیک میگم نیازی بهشون پیدا نخواهید کرد. خیلی راحت جوابتون رو پیدا خواهید کرد. هدف من این هست که همون حرفایی رو که مطالبی رو که اینها بیان می‌کنن به زبان فارسی در اختیار شما قرار بدم. پیروز کامیاب باشید.